بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، واقعا جریان کرونا که شدت حاصل کرده در خصوصا استان سیستان و بلوچستان و بعضی از شهرهای هرمزگان، و واقعا مایه تأسف هست و مایه نگرانی هست و همه ما باید بیدار باشیم و هوشیار باشیم که این کرونا جهش یافته به سرعت قابل انتقال هست و تهدید میکنه. این خط کرونا جان بسیاری از عزیزان را و مردم ما را، لذا توصیه میکنم به خدمت مردم عزیز که مراعات کنه از تجمعات و از مراسم های عروسی. این ایام مراسم عروسی اصلا نگیرید، خطرناکه. و همچنان مراسم فاتحه خانی، اصلا فاتحه خودش بهرحال یک چیزی که جایزه از لحاظ شرعی و نه سنت هست، نه فرضه، نه واجبه. چه نیازه به فاتحه هست؟ ولی هزه فاتحه الان از لحاظ شرعی درست نیست، چرا که خطر داره و هر چیزی که ضرر داشته باشه و نقصان داشته باشه از لحاظ شرعی تغییر میکنه حکمش. و روی این الان فاتحه توصیه بندم مینه که اصلا فاتحه نخواب و فاتحه خانی نگیرید. و اگر هر کسی وفات میکنه دیگه مردم هر جایی هستن دعا کنن، چون که الان ثابت شده برای ما، برای همه، که یکی از مجالسی که این ویروس منتقل میشه مراسم فاتحه خانی. سه روز مردم نشستن توی خانه، هر نوع انسان رفت و آمد میکنه، خیلی در انسان آلوده به کرونا هستن و کرونا منتقل میشه به مردم. خیلی ها خیلی انسان های مفید و انسان های شایسته به وسیله همین فاتحه خانی از دست من رفتن و جان دادن. یا مراسم عروسی هم مایه تلفات شده. الان وقت ما نماز جمعه که فرض عینه، نماز جمعه را تعطیل میکنیم و در حال نماز جمعه را بستیم، بلکه این معنی نداره که جمعه که فرض تعطیل بکنیم و فاتحه خانی بگیریم و مراسم عروسی برگزار کنیم و اینها نباید باشه. الان حوزه ها تعطیل شده، مدارس دینی، مکاتب قرآنی، تعلیم قرآن تعطیل کردیم به خاطر این مریضی که به هر حال خطر سرایت را داره. و لحظه در بازارهای تون، در جاهای دیگه، در صف نان و صفهای گوناگون باید بسیار پرهیز کرد. فاصله ها را باید من رعایت کنیم، ماسک بزنیم و به هر حال تمام توصیه های بهداشتی و پروتکل های بهداشتی توی بازارهای ما و همه جا باید مراعات بشه. و اگر کسی در خانواده مریض میشه یا مشکوک میشه، حتما باید او را قرنطینه بکنیم توی یک اتاق باشه که به هر حال با اعضای خانواده مخلوط نباشه، آنجا او فزیرایی بشه و مداوا بشه. و لحظه نباید این اختلاط انجام بگیره. حتی توی سفرهایتون که می اندازید توی خانه، بچه ها می نشینن با فاصله بشینن، مراعات کنن، توی خانه تو ماسک بزنید و بچه ها ماسک بزنن. و اینها همه توصیه بهداشتی هست و ما باید اینها را مراعات کنیم و توکل بر الله تعالی بکنیم. و توکل بر خدا بعد از اینکه ما اسباب رعایت کنیم
وتوکل و اعتمادمون بر الله تعالی باشه و توجه کنید که این آفتی و از جانب فروردگار هست و نتیجه عمل کرد ما و اعمال ما هست. توصیه بنده به همانی که استغفار کنند، توبه کنند، از گناه فرهیز کنند و از در زندگی خود تغییر ایجاد کنند و تحول بیاورند. به هر حال مریضی که بگیری آدم و معلوم نیست که چقدر انسان تلف میشن و معلوم نیست که بعد از این چه بیاید. و لحظه همه ما باید برگردیم بشوی الله، رجوع کنیم، استغفار کنیم، توبه کنیم، امر به معروف و نهی از منکر انجام بدیم، یعنی به کار خیر وادار کنیم و از کار زشت جلوگیری بکنیم. توصیه بنده به همانه که نماز را به پابندی بخونه و مردان به مسجد برن نماز با جماعت بخونه و در مسجد هم این فاصله ها رعایت بشه و توی فضای آزاد نماز خوانده بشه تا زیر توی سالن مسجد، و اگر در سالن مسجدی هم با فاصله باید. و خیرات بدن مردم، صدقات بدن، زکات هایشون بدن و خیرات دفع بلای، رد بلای، و نماز متوسل بشن به نماز، نماز فرضی، نماز نفلی، و توسل به نماز یعنی توسل به رحمت فروردگار. امیدواریم که انشاءالله همه رعایت کنن و بیدار بشیم، دیگران هم بیدار کنیم که آفت آمده، بلاه آمده، مصیبت آمده و ممکنه که خیلی هم مردم تلف بکنه و از بین ببره، و الله تعالی حفاظت کنه همه ماها را. الله تعالی درهای رحمت را بخشاید، درهای عذاب و آفت و بلا را بس بر سر ما ببنده و عاقبت همه ما را. به همه مردم عزیز کشور که این صدا یه بنده به اونها برسیم پیام، توصیم به توبه و استغفار و رجوع الله و رعایت کردن توصیه های بهداشتی و پروتوکل های بهداشتی رعایت کنند و احتیاط کنند و بی احتیاطی نکنند، بی فروایی نداشته باشند، و باید ما رعایت کنیم و مراعات کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.